با سلامی گرمی صمیمانه با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی با ما همراه باشید. در برنامه امروز میپردازیم به وضعیت رضا سلمانزاده زندانی سیاسی. همینجوری که میدونیم رضا سلمانزاده پدر مهدی سلمانزاده از جانباختگان دیماه 98 هستش و از پدران دادخواه که 22 اردیبهشت 1401 دستگیر و به زندان اوین انتقال و به مدت 3 ماه در انفرادی به سر برد. بعد از جریان آتش سوزی اوین با جسمی زخمی و با وجود وضعیت وخیم جسمی به زندان رجای شهر انتقال یافت و تا کنون مسئولین زندان از درمان وی سر باز زدند. برای در جریان قرار گرفتن وضعیت رضا سلمانزاده با پیام سلمانزاده فرزند ایشون همراه میشیم. ایشون رو روی خط داریم. خیلی خوش اومدیم به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. درود میفرستم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. در خدمتتون هستم خانم. ممنون از شما. از وضعیت پدرتون برامون بگین و الان در چه شرایطی هستش؟ متاسفانه بعد از جریان دستگیری پدرم و در امتدادش در جریان آتش سوزی اوین پدرم متاسفانه مورد اصابت چند تا تیر قرار گرفت و دستش در اون درگیری شکسته شد و به مدت 77 روز به انفرادی 241 اوین منتقل شد بدون رسیدگی درمانی و تمام پیگیری های ما و وکیلمون اصلا جواب نداد. بعد از 77 روز پدرم رو به زندان رجای شهر منتقل کردن و در حالی که هیچ گونه رسیدگی بهش نکرده بودن و هنوزم که هنوزه بعد از گذشت چندین ماه هیچ گونه رسیدگی درمانی به پدرم انجام نشده و در این حال اتهامات واهی هم به پدرم زدن، از جمله محاربه، افساد فلعرض، تهدید، تخریب و توهین بابت پرونده جریان آتش سوزی اوین، در حالی که پدر من همراه جمع زیادی از زندانیان بند 8 برای اینکه خودشون رو از دودی که داخل سالن 8 زندان اوین وارد شده بود نجات بدن به حیات پناه میبرن که اونجا متاسفانه مورد حمله نیروهای یگان ویژه زندان اوین قرار میگیرن و مورد اصابت گلوله قرار میگیره و به وحشیانه ترین شکل ممکن ضرب و شتم میشن. متاسفانه تا به امروز پرونده سازی که برای پدرم انجام شده هیچ نتیجه نداشته. وکیل ما مراجعات مکرری داشته ولی هنوز هیچ پاسخی ندادن و پرونده پدرم هم در مرحله بازپرسیه و واقعا شرایط جسمانیش هم خوب نیست چون باید یک عمل رو انجام بده ولی الان چندین ماهه که درخواست داده ولی هیچ اقدامی انجام ندادن. خب ما سوال همچنان پیگیر پرونده هستیم. سوال این هستش که به چه علت پدر شما در زندان هستش و شما توضیح دادین که احکامی هم براش صادر شده، آیا این احکام به صورت کتبی اعلام شده، به وکیلش اعلام شده، به شما اعلام شده، این به چه صورتی هستش؟ درسته. خب بعد از جریان قتل مهدی در سال 90 دیماه سال 98 پدرم به دادخواهی از مهدی برادر عزیزم بلند شد و با مدارکی که در دست داشت به دادگاه، به آگاهی، به خیلی جاها مراجعه کرد ولی متاسفانه نتیجه نگرفت که کاملا مشخصه به چه دلیلی و اقدام کرد به دادخواهی در کنار بقیه دادخواهان آبان 98 ولی متاسفانه سال 1401 پارسال که اردیبهشت ماه که دستگیر شد اتهامات واهی بهش زدن، من جمله تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و اینجور چیزها که البته این یک فرمول ثابت هست و به همه زندانیان این اتهامات رو میزنن ولی اصل مشکلشون با جریان دادخواهی برادرم بود که ما به قول معروف مدارکی در دست داشتیم، من جمله تصویر قاتل مهدی که متاسفانه با اینکه فیلم بردیم که این شخصی که از منزل ما اومده بیرون قاتل مهدی هست و شهادت همسایه هامون ولی متاسفانه هیچ اقدامی رو انجام ندادن و تنها دلیل دستگیری پدرم دادخواهی خون برادر 14 سالم بوده و به این دلیل بود که پدرم رو دستگیر کردن. البته قبلها هم تهدید می شد، کلی تماس های ناشناس داشت
و مکررن تماس می گرفتن، مخصوصا برای مراسمات مهدی که ما می گرفتیم، چه سالگردش و چه روز تولدش، مکررن تهدید می کردن. ولی خب نه ما، نه پدرم، نه مادرم و نه من به هیچ عنوان به تهدیدها گوش ندادیم و تا آخرش هم ایستادیم. خب انتظار شما از مردم و سازمان و نهادها به عنوان خانواده زندانیان سیاسی برای کمک کردن به تغییر وضعیت پدرتون و سایر زندانیان چی هستش و آیا پیامی دارین برای خود خانواده زندانیان سیاسی که چجوری میتونن کمک کنن برای اینکه تغییراتی در وضعیت عزیزانشون به وجود بیارن؟ درسته. ما بزرگترین مشکلی که همیشه داشتیم این بوده که رسانه ها واقعا یاری نمی کردن، کمک نمی کردن. یعنی ما تمام، حالا به صورت شخصی عرض می کنم، تلاشم رو می کردم و راجع به پدرم صحبت می کردم، حالا وایس از زندان می فرستاد و شرایط جسمانیش رو توضیح می داد و واقعا از رسانه ها، از همه رسانه ها ما می خواستیم که این صدا رو پخش کنن، صدای ما باشن، نه تنها صدای ما، صدای همه خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه. ولی متاسفانه خب قصورهای بسیاری انجام می گرفت و یکی از خواسته های ما اینه که واقعا رسانه ها بدون هیچ گرایش و به قول معروف گفتنی هیچ اغمازی صدای واقعا زندانیان سیاسی باشن، حالا با هر گرایش فکری و اعتقادی و ذهنی که دارن. و پیام من به بقیه خانواده های زندانیان سیاسی اینه که به قول معروف گفتنی اصلا سکوت نکنن و تا اونجایی که میتونن اتفاقاتی که برای زندانیانشون در داخل میفته همه رو رسانه‌ای کنن، مخصوصا کسانی که به تازگی در اعتراضات اخیر دستگیر شدن و خانواده هاشون واقعا میترسیدن یا امتناع میکردن از مصاحبه و از اینکه بیان صحبت کنن راجع به زندانیانشون، حالا به شرایط مختلفی تهدید می‌شدن و ما بارها ازشون خواسته بودیم که سکوت نکنن و این سکوت رو بشکنن، با رسانه‌ها مصاحبه کنن و شرایط زندانیانشون رو بگن. خواسته ما هم از مجامع بین‌المللی حقوق بشری اینه که به پرونده زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاره تا به این پرونده‌ها رسیدگی بشه، به شرایط جسمانیشون رسیدگی بشه، چون اکثر زندانیان سیاسی واقعا وضعیت خیلی ناخوشایندی دارن، به شدت ناخوشایند، مخصوصا در زندان رجای شهر و ایوین. زندان‌های دیگه هم به همین طوره، ولی این دو زندان واقعا فشار بسیار بالاست برای زندانیان سیاسی و همینطور خانواده هاشون. واقعا خانواده های زندانیان سیاسی هم تحت شرایط واقعا روانی خیلی سختی هن، تحت شرایط مالی خیلی سختی هن و واقعا نیاز به حمایت دارن از همه به قول معروف ارگان ها و سازمان هایی که میتونن در این زمینه یاری رسان ما باشن و به قول معروف گفتنی ما انتظار داریم ازشون که پشت خانواده های سیاسی باشن و کنار ما باشن و اصلا به این توجه نکنن که حالا یه زندانی سیاسی چه نوع گرایشی داره، به چپ گرایش داره، به راست گرایش داره، تفاوتی نمیکنه. واقعا همه در یک جبهه برای مبارزه با این رژیم ایستادیم و به قول معروف نباید اینجا تفکیک کنیم که مثلا فلان زندانی حالا چپ هست، راست هست یا چه نوع افکاری داره. این خواسته من واقعا که به صورت یکسان، با دید یکسان به همه زندانیان سیاسی نگاه بشه و واقعا بهشون یاری رسانی بشه. ممنون از اینکه صدای پدرتون بودین، صدای زندانیان سیاسی هستین. با تشکر از حضورتون در برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. قربان شما، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. بدرود. در این قسمت از برنامه همکارم گزارشی رو ارائه میده از بسته شدن زندان رجای شهر. بریم و این گزارش رو ببینیم. با سلام به بینندگان برای زندانیان سیاسی. در خبرها اومده بود غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور داد زندان رجای شهر تعطیل شود. دلیل تعطیلی این زندان را ضرورت سازماندهی زندانهای استان البرز و انتقال زندانها از مناطق شهری عنوان کرد. اگر هنوز کسی به پایان کار رژیم اسلامی شکی دارد، بهتر است به اقدامات پیشگیرانه رژیم نیم نگاهی بیاندازد
تا رعب و وحشت جانیان را از آینده خود دریابد. زندان گردش در دهه 60 یکی از مراکز اصلی زندانیان سیاسی بود و بعد از سال 88 نیز به مرکز نگهداری زندانیان سیاسی تبدیل شد. دلیل اقدامات رژیم در همان یک جمله محسنی اژه‌ای برجسته شده است. خارج کردن زندانها از مناطق شهری حاکی از پیشبینی رژیم از آزادسازی و تسخیر زندانها توسط مردم انقلابی در یک بزنگاه تاریخی در امتداد انقلاب زن، زندگی، آزادی است. سال گذشته شاهد اقدامات و اعتراضات مستقیم مردم در مقابل برخی از زندانها در ایران بودیم که قطعا رژیم را وادار به در دستور قرار دادن تغییر مکان زندانها از مراکز شهری به جاهای غیر دسترس مردم کرده است. این جنایت آشکار در حق زندانیان و خانواده ایشان است و باید در مقابل اون دست به اعتراض زد، اما باید تصریح کرد این اقدام و هر نوع عملی در ساختن زندانهای جدید در زمانی که مردم نیاز مبرم به سر و سامان دادن به اوضاع معیشتی و اقتصادی خود دارند، در اصل به فلاکت کشاندن هرچی بیشتر مردم ایران است. بیشک شیشه عمر رژیم در دست مردم است و انقلاب با ابتکارات هرچی گسترده تر عرصه را برای جانیان اسلامی تنگ کرده است. روزی که انقلابیون در زندانها را بگشایند و فرزندان راستین انقلاب را از چنگال این ددمنشان برهانند، دور نیست. همون گونه که انقلاب فرانسه در زندان باستیل را گشود، همون گونه که مردم فرانسه هنوز چنین روزی را جشن می‌گیرند، ما نیز شکست شدن درهای زندان‌ها را با پیروزی بر علیه رژیم اسلامی جشن خواهیم گرفت. زندان نماد حاکمیت خشونت در جامعه است. با پیروزی انقلاب این نمادها باید به زباله‌دان تاریخ بپیوندند. انقلاب آتی ایران جرم سیاسی را برای همیشه از تاریخ این جامعه پاک خواهد کرد. پرونده زندان رجای شهر همچنان باز خواهد بود. بیش از 400 نفر از فعالین جنبش‌های اجتماعی طی بیانیه خواهان آزادی بدون قید شرط گروخ ایرانی شدند. در این بیانیه اومده با گذشت بیش از 7 ماه از قیام ژینا که فریاد زن زندگی آزادی را به کوچه و خیابان‌های سراسر کشور رساند و سپهر تازه‌ای برای رهایی زنان از ستمی تاریخی نمایان شد، شاهد موج دوباره بازداشت و حبس و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و اجتماعی هستیم که با وجود اعلام عفو عمومی بهمن ماه گذشته و ادعای آزادی تعداد زیادی از زندانیان همچنان در زندان و بندهای امنیتی و با احکام ظالمانه محبوسند، از جمله گروخ ایرایی که سخنی جز حمایت از ستم دیدگان و طرد شدگان و مطالبه حقوق پایمال شده انسانها از هر قشری و گناهی جز تلاش صادقانه برای از بین بردن تمام اشکال تبعیض علیه تمامی انسانها نداشته است. پس از بارها بازداشت زندانهای طولانی از اوین تا زندان قرچک و آمل در 4 مهر سال گذشته، در روزهای آغازین قیام ژینا بازداشت شد و پس از ماها بلا تکلیفی در بازداشت در یک فرایند مذبوحانه، ناعادلانه و کینه‌توزانه به 7 سال زندان محکوم شده. ما با اعلام حمایت قاطع از گروخ ایرایی خواهان آزادی فوری و بی‌قید شرط او هستیم. با هم بشنویم ترانه از توماج صالحی، زندانی سیاسی و خواننده رپ اعتراضی. توماج صالحی اول آبان سال 1401 در ارتباط به اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. چشم چپ توماج در اثر ضربه های وارده به سرش به طور کامل بینایی نداشته و با وجود اینکه انگشتای دست شکسته و یکی از پاها شکسته، بدون مراجعه به پزشک جوش خورده و در وضعیت جسمانی نامناسبی به سر میبره و نیاز فوری به درمان مراجعه به پزشک رو داره. I
اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بی‌طرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونیان، خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن، دوری از وطن و دوربینای ما کمسو نیستن، یادت باشه کثافتای پشت ابر لو میرن. اگه سرپوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین. ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور معذور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپا پت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب، با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو رو که شار جایی، بده هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر. چه هنرمندی که خبر از نون بری نداری، شاشیدن به اسکار تگ مردمی نباشی، پاره میکنم کلافتو که دیگه چرن نبافی، چه شهاب دولتی باشی چه از خر فرهادی، چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی، چه بازیگر صادراتی و اله هیکسی، شما خود فروش پولی نرزه مقام فیکسین، حیف زالو جیر خورا شما از خلایق نیستین، لاشی کارون باب مدنی که پر نمیشه، خوزستان جتون نمیخواد صاحب کل میزه، آزادی گرونه باشه آزاده کشته میده، یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه. تیر بزن از پشت سر بکش تشنه‌ها رو، به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن، بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو، بگیر از من مژده فردا و تقاص رو. ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور معذور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپا پت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب، با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو رو که شار جایی، بده هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر. منتظر ناجی نباش، خبری تو راه نیست، نجات دهنده خودتی، خودت قهرمانی، من و تو اگه ما بشیم بیکرانیم، ما منجی زمانه ایم، امام زمانیم. در این بخش سرخطهایی از وضعیت بازداشتگان و زندانیان سیاسی رو بشنویم. فؤاد چوبین، دایی آرتین رحمانی، از کشته شدگان قیام مردمی ایزه توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. هستی حسین پناهی، دانش آموز 15 ساله معترضی که توسط نیروهای سرکوبگر آسیب دیده بود، بعد از 5 ماه از بیمارستان ترخیص شد. وی در این مدت در کما بود و در آخرین روزهای زمستان از زندگی نباتی خارج شد. زندانی سیاسی مهدی بایرامی از 1 هفته پیش دچار آسیب دیدگی در پا شده و درد می کشد. اما مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستان جلوگیری به عمل آورده و به این ترتیب او را شکنجه کرده و او را تهدید به انتقال به سلول انفرادی کردند. دکتر صلاح احمدی و دستیار وی سلیمان جاوید توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان ربوده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. مجاهد کورکور که به 3 بار اعدام محکوم شده، در زندان دست به اعتصاب قضا زده و وضعیت جسمانی وخیمی دارد. مازیار سید نژاد، فعال کارگری، توسط شعبه 1 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران برای اجرای حکم به زندان اوین فراخوانده شد. جمعی از زنان زندانی سیاسی از اوین تحت عنوان تغییرات اقلیمی هشداری برای فرزندان ایران نامه ای نوشتند. جمعی از سینماگران با خانواده کیهان مهتدی، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، دیدار کردند. کاملیا سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان، تلفنی احضار شد. کیفرخواست پرونده بهمن بهمنی، محسن احمدپور، بهروز سلحشور، رسول بداقی، وحید عباسی،
رضا عرب‌پور، صادق قاسمی و اسماعیل موسوی نظری که در جریان انقلاب ژینا در ایزه بازداشت شده بودند، اتهامات محاربه و افساد فی الارض صادر و پرونده آنها به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شد. زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی طی یادداشتی از زندان اوین خواهان خاتمه دادن به حمایت از رژیم و به رسمیت شناختن آن شد. جمعی از سینماگران و فعالان مدنی با خواهر نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی دیدار کردند. آغاز اعتصابات سراسری و کمپین 1402 و تخلیه سایت کارگران پروژه‌ای نفت و گاز، کارخانجات صنعتی و غیر صنعتی. در بخش سرخطهایی از وضعیت بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی، از انتشار نامه زندانی سیاسی گروه ایرایی روز شنبه دوم اردیبهشت که انتشار داده شنیدیم. من بخشی از این نامه که گروخ خواهان خاتمه دادن به حمایت از رژیم و به رسمیت شناختن آن شده از طرف جامعه جهانی رو بازگو میکنم. در بخشی از این نامه اومده: ما مردم ایران با اتکا به نیروی آگاه که کف خیابون را در خیزش انقلابی اخیر به تسخیر خود درآورد و دیوار ترس از نیروهای سرکوب را فرو ریخت و با دارا بودن تشکل‌های مردمی از کاراترین معلمان، کارگران، دانشجویان، رانندگان و غیره که مطالباتمان را مطرح می‌کنند و با ترمیم ضعف‌های موجود و بازیابی توان سازماندهی اعتراضات که مهمترین حلقه مفقود شده این روزمان است، قادر به فروپاشی بنیان استبداد خواهیم بود اگر به حمایت از رژیم و رسمیت دادن به آن خاتمه دهند. به رسمیت شناختن رژیم در چنین شرایطی و دست دادن با سران و نمایندگانش فقط و فقط به منزله حمایت مستقیم از آنان است. به جای پیام‌های نوروزی و ابراز همدردی و اندوه به هنگام سربدار شدن فرزندانمان از به رسمیت شناختن مرتکبین این جنایت خودداری کنند. باید درهای سفارتخانه هایشان را ببندند و سفرا و کاردارانشان را فرا بخوانند و از ادامه روابط دیپلماتیک خودداری کنند. برای خوندن متن کامل نامه شما میتونید به سایت کمیته رجوع کنید: www.cfppi.org. و اما بشنویم از وضعیت سهیل عربی. بازجویی سهیل عربی به دلیل سفر به کردستان و بلوچستان. سهیل عربی میگه بابت سفر به کردستان و بلوچستان توسط دو نهاد موازی موسوم به امنیتی اطلاعات سپاه و پلیس امنیت بازجو شدم. در هیچ کتاب قانون ندیدم که نوشته باشد سفر به این مناطق جرم است. بازجوها مدعی بودند که من به قصد تحریک مردم به این مناطق سفر کردم. این طرز فکر واقعا نگران کننده است. یعنی افرادی که موظف به تامین امنیت مردم هستند این مهم را نمیدانند که مردم با گفته های کسی تحریک به انقلاب نمی شود، بلکه بر اساس اوضاع زندگیشان تصمیم می گیرند که تحمل کنند یا برای تغییر بهبود اوضاع بجنگند. آنها نمیدانند چه شد که ترس مردم از گلوله خوردن اعدام و شکنجه شدن ریخت. تجربه هر روز به قتل رسیدن، کارت به استخوان رسیدن، مردم تنها دو گزینه داشتند: یک، هر روز کشته شدن; دو، جنگیدن برای رهایی از بیدادگری. اگر اوضاع مردم یا حتی قابل تحمل باشد، چرا باید به سمت انقلاب بروند؟ در حالی که از هزینه های سنگینش اطلاع دارند. برخلاف تصور شما، من اگه بخواهم هم نمیتوانم روی مردم تاثیر بگذارم. اصلا من رفتم که از آنها درس بگیرم، رفتم که دادخواهی را از آنها یاد بگیرم، شرافت را، اتحاد را و مقاومت را. در ادامه وضعیت زندانی سیاسی، ما شاهد صادر شدن حکم مفسد فی الارض برای رفیق سلیمی، فعال کارگری که از هفتم آذر ماه 1401 بازداشت شد و در زندان مرکزی سنندج به سر میبره. روز 27 فروردین به دادگاه احضار شد و همجور که گفتم به حکم مفسد فی الارض محکوم شده. تمامی اتهامات رو رفیق سلیمی رد کرده. جان این زندانی در خطر، صداش باشیم، نگذاریم
جان انسان دیگری به دست این جلادان و قاتلین گرفتار میشه. جان بازداشت شدگان، جان زندانیان سیاسی در خطره. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی لیستی روی از بازداشت شدگان زیر حکم محاربه و اعدام تهیه کرده و منتشر میکنه. این لیست هفتگی به روز میشه. از تک تک شما هموطنان و انسانان آزادی خواه میخوایم که صدای فریاد آزادی این زندانیان سیاسی در گوشه گوشه این جهان باشید و کمک کنید تا مانع اعدام جوانان و مردم و معترض جامعه و هر شکل و طریق ممکن شوید. از زمان قتل ژینا مهسا امینی ده ها هزار نفر دستگیر شدن که از بسیاری از اونها اطلاع نداریم. اگر از بازداشت شدگان اطلاع دارید، اسامی و مشخصات اونها رو با آدرس ها و شماره تلفن هایی که روی صفحه ملاحظه می کنید و همچنین از طریق راه های ارتباطی برای ما ارسال کنید. منتظر تماس شما هستیم. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی، برای شما سلامتی و پیروزی را آرزو مندم.